کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک و همپیمانان آنها که به اوپک پلاس مشهورند در تلاشند تا بار دیگر تولید روزانه نفت را افزایش دهند. 23 کشور تولید کننده نفت روز جمعه در جلسه که به صورت آنلاین برگزار شد، طرح افزایش تولید دو میلیون بشکه در روز تا آوریل سال آینده را بررسی کردند، اما با مخالفت امارات متحده عربی به تصویب نرسید. از هنگام شیوع ویروس کرونا در جهان و کاهش مصرف جهانی نفت، کشورهای عضو اوپک و متحدانشان تصمیم به کاهش نزدیک به 10 میلیون بشک نفت گرفتند. با بهبود نسبی وضعیت کرونا به دلیل سرعت گرفتن واکسیناسیون، وضعیت تقاضای نفت در جهان هم بهبود پیدا کرد و مجموعه اوپک پلاس تولید خود را به تدریج افزایش داد به طوری که در حال حاضر میزان کاهش از 10 میلیون بشکه به نزدیک به 6 میلیون بشکه در روز رسیده است. The for -wide, oil demand چشمانداز جهانی تقاضای نفت در مسیر درستی قرار گرفته و اکنون تقاضا حدود 6 میلیون بشکه در روز افزایش داشته. در سال گذشته تقاضا حدود 9 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده بود. بسیاری از اعضای تاثیرگذار اوپک پلاس مانند عربستان و روسیه در حال مذاکره با دیگر اعضای این مجموعه هستند تا تولید نفت از ماه آینده دوباره افزایش پیدا کند و در نهایت تا پایان سال 2021 میلادی به سطح قبل از شیوع کرونا برسد. امارات هم میگوید طی سالهای گذشته میلیاردها دلار در میادین نفتی خود سرمایه گذاری کرده و با توافق بر سر کاهش تولید نفت سطح تولید نفت این کشور 700 هزار بشکه کمتر از ظرفیت واقعی تولید نفت امارات محاسبه شده. این کشور میگوید توافق کاهش تولید نفت اوپک پلاس باید طبق برنامه در آوریل 2022 لغو شود تا این کشور بتواند تولید نفت خود را افزایش دهد. قرار است امروز بار دیگر کشورهای اوپک پلاس تشکیل جلسه دهند. عدم توافق اوپک بر سر افزایش تولید از ماه آینده میلادی به نگرانی ها از افزایش قیمت نفت دامن زده. قیمت نفت شاخص برنت هم اکنون به بالای 76 دلار رسیده که بالاترین رقم از پاییز 2018 به شمار می آید. جنساکی سخنگوی کاخ سفید روز جمعه به خبرنگاران گفت که دولت آمریکا نگران تاثیر رشد قیمت نفت بر هزینه های مصرف سوخت شهروندان این کشور است و فکر می کند کشورهای تولید کننده نفت می توانند تولید خود را افزایش دهند. بازارهای جهانی نفت در هفته های گذشته انتظار داشتند با به سرانجام رسیدن گفتگوها بر سر توافق هسته‌ای صادرات نفت ایران تا پاییز امسال بیش از دو برابر شود و قیمتهای جهانی نفت مقداری کاهش یابد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرده که هر وقت تحریم ها برداشته شود در حداقل زمان ممکن تهران به بازار جهانی باز خواهد گشت و تولید این کشور حداقل به میزان پیش از دوران تحریم ها خواهد رسید ایران و ونزوئلا به دلیل تحریم ها و لیبی به دلیل جنگ داخلی از توافق کاهش تولید نفت اوپک پلاس مستثنا هستند سیاوش سعادتیان رادیو فردا